محسن رضایی میرقائد، عضو جبهه ایستادگی ایران و فرمانده اسبق سپاه پاسداران، متولد روستای بنوار بابا احمد از توابع مسجد سلیمان در استان خوزستان است. او اصلاح طلب نیست، میان اصولگرایان نیز محبوبیتی ندارد و اعتدالیون هم وی را در جمع خود نپذیرفتند، هرچند رضایی خود را منجی اقتصاد ایران می‌داند. و ما اولین کاری که می‌کنیم اینه که ساختار دولت را بر اساس تولید ملی شکل خواهیم داد. با اعلام عناوین دولت عشق، دولت ائتلافی و دولت فراگیر و امید، طی 24 سال رضایی شهره به نامزدی برای تمام دوره‌ها شده است. او با سابقه ترین فرد به لحاظ کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در ایران میان رقبای خود می باشد. شما سپاه پاسداران را متهم می کنید که با فودالا در رابطه است؟ سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت. پیش از انقلاب رضایی با همکاری تعدادی از جوانان خوزستان از جمله غلام علی رشید، علی شمخانی، اسماعیل دقایقی و محمد جهان‌آرا و تعدادی دیگر گروه مسلح منصورون را تشکیل داد. پس از انقلاب او نخستین محافظ روح الله خمینی و جزء هیئت 12 نفره تدوین اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. آقا محسن سال 58 واحد اطلاعات سپاه پاسداران را تشکیل داد و از سال 60 به مدت 16 سال فرمانده سپاه بود. در دوره فرماندهی محسن رضایی بر سپاه پاسداران 3 اتهام عمده متوجه وی شد. او از سال 1383 تحت تعقیب پلیس بین الملل است. اتهام های وی شامل این موارد است: مشارکت در سرکوب های دهه اول انقلاب از جمله سرکوب مردم کردستان، مشارکت در ترورهای مخالفان در خارج از کشور از جمله ترور میکونوس و بمبگذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس آرژانتین، مشارکت در حذف فیزیکی فرماندهان جوان مخالف وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شرح کامل مناصب محسن رضایی از ابتدای انقلاب تا امروز نشان دهنده این است که نیمه نخست حضور وی نظامی و امنیتی بوده و نیمه دوم حضورش همراه با تلاشی مستمر برای دستیابی به عالی ترین منصب سیاسی کشور گذشته است. نخستین شکست انتخاباتی محسن رضایی در انتخابات مجلس سال 1378 رقم خورد. او 6 سال بعد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 کاندیدا شد و 2 روز مانده به برگزاری انتخابات کنارگیری کرد. در انتخابات سال 88 نیز او با زیر 1,000,000 رأی نفر سوم شد و در انتخابات سال 92 با نزدیک به 4,000,000 رأی نفر چهارم شد. ثبت نام محسن رضایی و تایید صلاحیت وی در 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران پس از درج خبر غیر رسمی رد صلاحیت او به دلیل کهولت سن و انتشار وسیع فیلمی عجیب از وی همراه با حاشیه شد. آقا محسن با رویای ریاست جمهوری و کولباری از اتهام‌های حقوق بشری محبوب مردم نیست. با اتهام حذف مخالفان خود در سپاه اقبالی در این نهاد حکومتی به وی وجود ندارد و میان احزاب و چهره‌های سیاسی شاخص درون حکومت هم پذیرفته نشده و به این ترتیب انتخابات برای وی تنها فرصت ابراز وجود است. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.